رئیس جمهور اوباما در آخرین روز کنفرانس روی تهدید که 20 سال پس از ختم جنگ سرد جهان به آن روبروست تاکید ورزید. او گفت گروه‌های دهشت افغان مثل القاعده یقیناً سلاح ذره‌ای را در صورتی که بدان دست یابند استعمال خواهند کرد. همه اینها در مقابل تقاضای آنچه را میکند که بیشتر بنیادی و اساسی باشد. این تقاضا یک اندیشه نو است که ما به عنوان کشورها و به حیث همپیمانان به دنبال آن فرا خوانده شدیم تا آنچه که این مقطع زمانی در تاریخ تقاضای آن را میکند انجام دهیم. در پایان نامه این کنفرانس اشراک کنندگان وعده محافظت و مسئول نگه داشتن همه مواد ذروی را الا سال 2014 نمودند. آنها تعهد کردند تا آن را از دست یافتن بازیگران خارج از این حلقه و اطلاعات و یا تکنولوژی و منظور استفاده برای مرام‌های کینه‌توزانه جلوگیری نمایند. کمی بعد رئیس جمهور اوباما طی کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت چین سهم ارزنده در تصمیم تازه روی یک سلسله تعزیرات جدید علیه ایران به خاطر سرپیچی از توقف تولیدات ذروی دارد. من فکر میکنم این مباحثات میتواند مشکل باشد و من تا اندازه‌ای که در توان دارم به شدت روی آن فشار خواهم آورد تا مطمئناً تعزیرات شدیدی که پیامدها برای ایران در زمانی که روی برنامه‌های ذروی آن سنجش به عمل می‌آید در بر داشته باشد و به اساس یک زمان معین انجام پذیرد. دارل کمبل رئیس عمومی انجمن کنترل سلاح میگوید تا زمان مذاکرات ذروی سال 2012 اشتراک کنندگان شاهد پیشرفت‌های به هدف محافظت از مواد ذروی خواهند بود، اما بیشتر ارتباط با طرح کاری کشورهای متعهد در این راستا دارد. طرح بیشتر عرضه کننده بخش‌هایی است از نظریات و گام‌های مقدماتی در زمینه و این طرح کارهای آنها را به هم پیوند می‌دهد. چندین کشور دیگر به طور جداگانه در این کنفرانس وعده همکاری دادند، از جمله اوکراین تعهد بر از بین بردن ذخایر مواد ذروی الا سال 2012 نمود که به اندازه زیاد غنی از یورانیم اند و ایالات متحده و روسیه به از بین بردن 68 تن سلاح ذروی نوع پلاتونیم متعهد گردیدند. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.